توی این ویدیو راجع به پارامترهای باقی مونده گلوکامپرسور صحبت میکنیم و نگاهی نزدیکتر میکنیم به تأثیر گلوکامپرسور روی صداهام. خب بذارید راجع به سافت کلیپ صحبت کنم. کاری که این گزینه انجام میده در واقع کمی دیستورشن و کمی رنگ به صدامون اضافه میکنه. همچنین یه جورایی مثل لیمیتر عمل میکنه. یعنی اگه ما یه سری پیک های زیاد یا ترانزینت توی سیگنالمون داشته باشیم مثل درامز، سافت کلیپ باعث میشه که این پیک ها و ترانزینت ها گرفته بشه. یه توضیح بدم که سافت کلیپ در واقع چیکار میکنه. تعریف سادهش اینجوری که وقتی سیگنال ما از 0 دسیبل رد میشه و به اصطلاح اوردرایو میشه، سافت کلیپ میاد مقداری از سیگنال ما رو قطع میکنه تا صدا به زیر 0 دسیبل برگرده. که البته در مقابل سافت کلیپ ما هارد کلیپ هم داریم که توی هارد کلیپ سیگنال به طور کامل قطع میشه. البته این خودش نوع تکنیک میکس هست. مثلا توی سبک دابسته از این تکنیک زیاد استفاده میشه. گزینه بعدی با اون رنج هست. در واقع رنج میزان کامپرس شدن یا کاهش گین کامپرسور رو محدود میکنه. خب اگه من یه کامپرسور غیر معقول داشته باشم مثل این، که این صدا اصلا موسیقیایی نیست، ولی خب من دوست دارم که تمام سیگنالم کامپرس بشه، مثلا هایتام، پرکاشنم، پس من میام رنج رو کم میکنم و میزان کاهش گین کامپرسور رو محدود میکنم به این صورت، مثلا 5 دسیبل. خب در ضمنی که داینامیک سیگنالمون رو حفظ کردیم، همچنین مقداری از پیکا و ترانزینت ها رو هم گرفتیم. خب بذارید سافت کلیپ هم روشن کنم ببینم چه اتفاقی برای سیگنالمون میافته. همونجور که میبینید داره به کیکمون واکنش نشون میده. بدون سافت کلیپ و با سافت کلیپ. همونجور که میشنوین یه خورده رنگ و یه خورده دیستورشن کمی به کیکمون داره اضافه میکنه. و بالاخره میرسیم به ناب درای ام ویت. 100% یعنی که کامپرسور ما 100% داره روی صدا اعمال میشه و 0% هم طبیعتاً معنیش اینه که کامپرسوری روی صدامون اعمال نمیشه. حالا جذابیت درای ام ویت اینجاست که ما میتونیم یکی از محبوب ترین تکنیک های کامپرسور که به پارالل کامپرشن یا کامپرسور موازی معروف هست رو اجرا کنیم. در واقع پارالل کامپرسور نوعی تکنیک کامپرس کردن هست که در اون میان سیگنال صدا رو خیلی شدید و غیر معمول کامپرس میکنن و بعد اونو با سیگنال خام ترکیب میکنن. خب حالا اگه من بیام یه کامپرس شدید روی سیگنالم اعمال کنم به این صورت، بعد به وسیله این ناب درای ام ویت من میتونم تعیین کنم که چه مقدار از این سیگنال به شدت کامپرس شده با سیگنال خاممون ترکیب بشه به این صورت. این به این معنی است که الان 40% از این سیگنالی که به شدت کامپرس شده داره با سیگنال اصلیمون ترکیب میشه.
خب اینجا من یه ترک دارم که سیگنالمون بعد از کامپرس شدن رکورد میکنه و بهمون نشون میده که چه اتفاقی بعد از کامپرسور روی سیگنالمون داره میافته. خب همون جور که میبینید محدوده داینامیک صدامون به شدت کمتر شده و اگه با دقت گوش بدید میشنوین که صدامون یه پختگی و یک رنگ بهتری گرفته. همینه، به این کار پارالل کامپرشن که البته به اسم نیویورک کامپرشن یا کامپرسور نیویورکی هم معروفه. خب کامپرسور همونجور که میتونه دوست خیلی خوبی واسهتون باشه، همونطور هم میتونه بدترین دشمن میکستون باشه. استفاده از کامپرسور نیاز به تجربه بالایی داره، پس توی استفاده از کامپرسور با احتیاط رفتار کن. خب این از پلاگین اولمون آموزش گلو کامپرسور اینجا تموم میشه. خیلی ممنون که این ویدیو تماشا کردید. توی ویدیو بعدی راجع به کامپرسور استاندارد ایبلتون صحبت میکنم.